بیننده گزارش روز هستید با من ریحان فلا این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت هفت شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز میپردازه اولین واکنش خامنه ای به حمله اسرائیل با چاشنی از آن به شکست نظامی همراه بوده و از هواداران خود خواسته این حمله را کوچک نمایی نکنند این اعتراف در شرایطی مطرح می شود که هر ساعت گزارش جدیدی از این حمله فاش شده و در تازه ترین مورد والسه ژورنال خبر داده باتری هر چهار پدافند دفاعی S300 ایران در حمله اسرائیل منحدم شده گزارش ببینید هستم کارم مشتاق محسن روایت شبی که ماه کامل شد با نفوذ اف 35 ها به داخل کشور اعتراف خامنی به شکست در حمله اسرائیل به ایران نابودی هر چهار سامانه دفاعی موشکی استیصد جمهوری اسلامی و یک کارخانه حساس برای تولید سوخت موشکها اسرائیل چگونه سیستم های پدافندی و توانایی موشکی خامنه ای را شغل زد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن بزرگ نمایی اونا غلطه اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه بایستی خطای محاسباتی رژیم سهیونیسی باید به هم بخوره واکنش رهبر جمهوری اسلامی به حمله شبانی اسرائیل به خاک ایران وقتی او سراحتا شکست در این حمله را پذیرفت اندکی بعد از آنکه کارزار جمهوری اسلامی برای بی اهمیت جلوه دادن خسارت سنگین جمهوری اسلامی شکست خورد کمپینی که حتی رسانه های سپاه پاسداران از جمله روزنامه جوان هم به آن پیوسته بودند شامگاه شنبه ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه این مدعی شد جنگنده های اسرائیلی وارد خاک ایران نشدند بلکه از عراق موشک شلیک کردند و خساراتی ناچیز وارد کردند بیانیه ای که خشم بخشی از هواداران نظام را هم برانگیخت کسانی که میدیدند در روز حساب جمهوری اسلامی ترجیح داده شکست سنگین را به زیر فرش هدایت کند یکشنبه اما خامنه ای کوچک انگاری خسارات را رد کرد و خواستار واکنش جمهوری اسلامی شد کیفیت کار را مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن اما اسرائیل چه کرد که خامنه ای را به این نقطه رسان؟ روزنامه والستری جورنال در گزارشی با اشاره به توافق نتانیاهو و بایدن بر سر ابعاد حمله به ایران به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت جمهوری اسلامی چهار سامانه پدافندی اس دارد که مهمترینشان در کمربند امنیتی دور فرودگاه امام خمینی نصب شده بود به نوشته والستری جورنال باتری هر چهار سامانه اس در حمله اسرائیل نابود شد این پیشرفته ترین سیستم پدافندی ایران بود که سالها پیش از روسیه خرید این ویدیو انتقال سامانه اس 300 به تاسیسات هسته‌ای فردوس یکی دیگر از سامانها در اسفهان قرار دارد که وظیفه مراقبت از آسمان تاسیسات غنیسازی اورانیوم نتنز را بر عهده دارد اردی ماه سال گذشته اسرائیل با پرتاب سه موشک از آسمان عراق به اسفهان آسیبی جدی به این سیستم پدافندی وارد کرد به جز تهران و فردو و نتنز دقیقا مشخص نیست چهارمین سامانه پدافندی کشور کجا بوده که منهدم شده با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از این سامانه ها برای محافظت از تاسیسات هسته ای ایران استفاده کرده احتمالا چهارمین گردان سامانه اس در بوشهر مستقر بوده به سیستم پدافندی جمهوری اسلامی برمیگرده اما یکی از 23 مکان نظامی که در حمله شبانی اسرائیل هدف قرار گرفت یک تاسیسات حساس موشکی در پارچین بود این تصاویری که رویترز منتشر کرده نشان میدهد بعد از حمله اسرائیل تأسیسات مرتبط با میکسر سیارهای در منطقه نظامی پارچین تخریب شده. دو محقق علوم نظامی به رویترز گفتند این حملات توان تولید انبوه موشکی ایران را به طرز چشمگیری مختل کرد وبسایت آمریکایی آکسیوس هم به نقل از منبع آگاه خبر داد در حملات اسرائیل به پارچین و خجیر دوازده میکسر سیارهای نابود شده این میکسرها برای تولید سوخت جامد موشک های میان برد و دوربرد جمهوری اسلامی استفاده می شود. اکثریت قریب به اتفاق موشک های هایپرسونیک جمهوری اسلامی سوخت جامد دارد. یک مقام آمریکایی هم انعدام این میکسرها را تایید کرد. منابع اسرائیلی گفتند میکسرها تجهیزات پیچیده ای هستند که ایران نمیتواند به تنهایی تولیدشان کند و باید از چین بخرد. به گفته آنها ساخت دوباره میکسرها دست کم یک سال طول می ضربه سنگین به برنامه موشکی جمهوری اسلامی جدای از اینها رسانه های داخل ایران تعدادی دیگر از اهداف اسرائیل را برشمردند اهدافی که عمدتا مربوط به سیستم پدافندی جمهوری اسلامی بودند از جمله سایت پدافندی اس در جنوب کشور ایران هفت سامانه اس در اختیار دارد که طبق این نقشه قرار بوده از آسمان ایران محافظت کند و به نظر میرسد در حمله اسرائیل دست کم دو تایشان منهدم شد یکی در حسن آباد قوم و دیگری آنطور که رسانه های ایران گفتند در جنوب با انهدام سامانه های S300 و S200 به نظر می رسد آسمان ایران بیدفاع شد و حالا حتی در ظلمات شب هم هیچ نقطه تاریکی برای جنگنده های پیشرفته اسرائیل وجود ندارد به همین دلیل برخی تحلیلگران در اسرائیل میگویند عملیات روز پاسخ دست اسرائیل را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای باز می‌کند با جنگنده‌های پیشرفته‌اش این تعبیر خودشون هست که پنهان کار تعبیر خودشون هست که رادار گوریزه. از دید نگاه ما اصلا معنا و مفهومی نداره هم میبینیم هم دیدیم خودشان هم میدانن یک منبع آگاه در اسرائیل به ایران دنشنال گفت جنگنده های F-35 اسرائیل در حمله اخیر برای اولین بار وارد حریم هوایی ایران شد جنگنده های قدرتمند رادار گوریزی که بر فراز آسمان تهران به پرواز در آمدند و اهدافی را در این منطقه بمباران کرد. شکستی دیگر برای حکومتی که تلاشش برای تبدیل نزاعش با اسرائیل به جنگی ملی و میهنی موفق نبود وقتی خودش چهار جانباخته ارتش جمهوری اسلامی را شهدای ارتش قدس میخواند نه شهیدان راه وطن شکنندگی دفاعی جمهوری اسلامی در حمله اسرائیل یک خروجی استراتژیک داشت اینکه جمهوری اسلامی مثل یک گروه شپ نظامی تنها توان حمله ایزایی دارد و نه قدرت مقابله ضرباتی چنان قدرتمند که باعث شد رهبر جمهوری اسلامی یک شنبه بگوید راه تأمین امنیت قدرته باید قوی شد بارها عرض کردیم ما این رو اعترافی به این جمله مستتر که حالا قدرتمند نیستیم و شاید هرگز نبوده ایم و فقط فکر میکردیم هستیم مشتبه پول محسن لندن جابر رجوی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند وقت شما به خیر بپردازیم به همین گزارش ها و اطلاعات تازه شامل تصاویر ماهواره ای که تازگی منتشر شده درباره ابعاد حمله و اهداف حمله اسرائیل نظر شما رو بیشتر بدونیم چه اهدافی رو اسرائیل مد نظر داشت در این حمله درود بیکران حمله حمله به دلیل اینکه که خب دو طرف واقعا خیلی صادق نیستن یعنی اسرائیل که من هفت نمیزنه در امده کارهایی که کرده حالا باید بگی منابعی که میگوین اینم هم دقت داشته باشید اولی حمله که اسرائیل فقط میپذیره اما جزئیات نمیده اما طرف جمهوری اسلامی هم که غالبا اصلا از چند روز قبلش قبل از حمله ها عزیز جعفری گفته بود حمله کوچیکی و اینها اما من فکر می این حمله یک میشه گفتش که زمین چینیه برای حمله بزرگ اسرائیل من فکر میکنم حمله چند, چند مرحله ای داره اگر به اهدافی که نگاه بکنیم بسیار گزارش مشتاق و مهم اگر به اون چینش اهداف نگاه بکنیم داره نشان میده که این حمله خودش حمله هدف نبوده بلکه حمله برای زمین چینی بوده که بخواهد کار رو انجام بده چون اسرائیل رو دقت داشته باشید از قبل از هفت اکتبر بسیار دنبال این بود که بخواد تاسات هسته ای رو حمله بکنه با جمهوری اسلامی مستقیم وارد بشه اما نیروهای نیابتی رو جمهوری اسلامی فرستاده بود الان داره این درگیری مستقیم میشه و فکر می کنم که اسرائیل در این مرحله بیشتر آماده سازی داره میکنه برای مرحله های بعد برای همین هم که هست که ما داریم میبینیم مهمترین پدافند جمهوری اسلامی که اسی صدر رو نابود میکنه و اصابت این اهداف چه تأثیری خواهد داشت روی حملات احتمالی اسرائیل اگر که قصد پاسخ دیگه ای داشته باشه؟ ببینید الان فعلا کنش و واکنشه تا اینجا جمهوری اسلامی مثل اون کس که کتک میخوره میگه خیلی ضربه درد نداشت جمهوری اسلامی داره فعلا کوچک انگاری میکنه ولی این موضوع هم مطرحه جمهوری اسلامی اگر بخواد خودش پاسخ بده خب اسرائیل این را هم دقت داشته باشید فارغ از اینی که جمهوری اسلامی بگوید که اصلا این حمله نبوده از تا تهران ما دیدیم که با اهداف داره روی تهران اون پدافند مقابله میکنه یعنی از مرز تا تهران تمامی این پدافندان رو رد کرده این بسیار یک خطر بزرگیه یعنی کشور رو جمهوری اسلامی در یک خطر بزرگی قرار داده و این برای جمهوری اسلامی خودش یه شکسته که تا تهران اومدن یعنی که دیگه تا اصفهان و جاهای دیگه میتونن برن من فکر میکنم در این مرحله جمهوری اسلامی به سراغ پاسخ نمیره اگر بره هم یک پاسخی که به یک تکمیل حمله نشه اما اینجا هم نگاه بکنیم اگر حوسی ها یا حزب الله بخوان عملیاتهای بزرگتری بکنن امروز دیگه اسرائیل اومده بعد از چهل سال از این در رد شده و حمله به جمهوری اسلامی رو گردن گرفته یعنی اومده مسئولیت رو قبول کرده و این میتونه زمین چینی باشه برای حمله های بعد حتی در پاسخ به گروه نیابتی و حالا چنانچه جمهوری اسلامی بخواد به همین حمله پاسخی بده با توجه به این اهدافی که اسرائیل در نظر داشته در حمله اخیرش اون وقت بعد منتظر چه نوع پاسخی باشیم از سمت جمهوری اسلامی به نظرتون همین روش های قبلی رو در پیش میگیره ببینید جمهوری اسلامی الان که این اتفاق افتاده من فکر میکنم بازنگری میکنه حتی تو اون ضربه هایی که زدن علی خامنه میگه قدرتمند شد وقتی میگه قدرتمند شد یعنی که میگوید که الان باید فیتیله جنگ رو بکشن پایین برن دوباره بازسازی بکنن شاید در یک فصل دیگه جمهوری اسلامی داره جمله آخرم نه جمهوری اسلامی تلاش میکنه که قواعد درگیر رو به گذشته برگردونه که غیر مستقیم با اسرائیل درگیر باشه و نه مستقیم و از طرف نظامی. خیلی مشکرم از همراهی و توضیحات شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و ممنون از شما که همراه گزارش روز بودید این برنامه خیلی زود در یوتیوب رای اینترنشنال به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت ممنون از همراهیتون بمونید خیلی زود برمیگردیم با یک مجموعه خبری دیگه